دوستان عزیز، خیلی خوشحالم از اینکه فرصتی پیش اومده تا یک بار دیگه در خدمتتون باشم. اخیرا سوالی رو پاسخ دادیم در مورد اینکه آیا سکوت نکنم، آیا تحمل نکنم، و در ادامه اون سوالات بیشتری به طرف ما برگشت، از جمله اینکه و مطالبی رو که تجربه کرده بودن، از جمله اینکه اگر سکوت نکنم و بگم باعث سوء تفاهم میشم، و اگر سکوت نکنم و بگم بر علیه من استفاده میشه، و اگر که سکوت میکنم به این دلیل هست که دیگری رو آزرده نکنم، و یا اینکه اگر سکوت نکنم و بگم به کنترلگر بودن متهم میشم. ببینید، این مطالب و مطالب دیگه ای که مطرح شده تا جایی که بشه امروز در مورد صحبت میکنیم و فکر میکنم به دو بخش برمیگرده. اینکه ما هم گوینده هستیم هم شنونده هستیم، بعضی جاها گوینده هستیم بعضی جاها شنونده، و هر دوی اینها قوانین و قواعدی رو داره که به خصوص ما در رابطه هایی که صمیمانه تر هست کمتر به اینها توجه میکنیم متاسفانه، ولی اگر که به اینها توجه بکنیم، چون قوانینمون هست، اگر به اینها بیشتر توجه بکنیم باعث سلامت بیشتر رابطمون میشه و باعث نگهداری بیشتر رابطمون میشه. بعضی از این چیزها مثلا در مورد گفتن این هست که مطلبی رو که میخوایم بگیم در موردش فکر کنیم، ببینیم چیزی که میخوایم بگیم چیزی هست که مربوط به طرفمونه یا مربوط به ماست، آیا رابطه ما رو تقویت میکنه یا تحلیل میبره. اگر چیزی که دارم میگم باعث آزرده شدن دیگری میشه، ببینم آیا دارم میرم توی حریمش و به این دلیل هست که آزردش میکنم، و اگر این کارو دارم میکنم حواسم باشه به این که چجوری میتونم مطلبم رو بیان کنم که باعث آزرده شدن اون نشم. به طور مثال مطالبی رو که ما میخوایم بیان کنیم، نگاه میکنیم ببینیم که آیا این مطلبی که میخوام بگم مربوط به من هست یا مربوط به اون طرف. مثلا من میگم من ناراحت میشم وقتی توی مهمونی در مورد خواهر من اینطوری صحبت میشه، و نمیگم وقتی تو دیشب توی مهمونی در مورد خواهر من صحبت کردی من ناراحت شدم. این دوتا یه مفهوم رو داره، ولی مفهوم اولین هست که این مربوط به منه، با اینکه تو بعضی از فرهنگ ها اصلا آدم ها ناراحت نمیشن وقتی در مورد، یا در حتی در مورد توی فرهنگ خودمون بعضی از خانواده ها ناراحت نمیشن وقتی در مورد یکی از افراد خانوادهشون جای دیگه صحبت میشه. پس این مربوط به منه، و در این صورت وقتی توی گفتن من به گونه باشه که طرفم رو متهم نمی کنم و درخواستم رو میگم یا چیزی که برای من معنایی داره رو میگم، کمکش میکنم بیشتر منو بشناسه و بتونه به من کمک بکنه که دیگه توی این شرایط قرار نگیرم. در واقع باعث رشد رابطم میشه به جای اینکه باعث تحلیل رفتن رابطم بشه. از طرف دیگه وقتی که چیزی رو میگم و کسی که میشنوه اون رو بر علیه من استفاده بکنه، یعنی وقتی من در مقام شنونده هستم و یار من چیزی رو در مورد مثلا خواهرش میگه و فردا که میخواد بره دیدن خواهرش، من میگم او این همونه که پیروز این بلا رو سرت آورد، این کار نمیکنه، این باعث آزرده شدن و دوری میشه، و کم کم آدمایی که باشون توی رابطه هستیم، چه رابطه عاشقانه باشه، چه رابطه دوستانه باشه، چه رابطه کاری باشه، حتی رابطه خانوادگی باشه، کم کم باعث میشه که از ما دورتر و دورتر بشن، و از ترس اینکه خودشون یا عزیزانشون مورد قضاوت شما قرار بگیرن با شما مطالب رو مطرح نکنن. در نتیجه برای شنونده بودن بیاین کمک کنیم به خودمون و به رابطمون که در فضایی از پذیرش و شنیدن خودمون را قرار بدیم، نه قضاوت کردن و پاسخ دادن. و وقتی که فردی در مورد تجربهش صحبت کرد و دفعه دیگه حتی ما ضروری میبینیم که این مطلب رو بگیم، میتونیم ازش اجازه بگیریم که من اجازه دارم این مطلبی رو بگم، اگر اجازه داد، نه به این که بگیم اون روز که تو رو ناراحت کرد الان چرا این کارو میکنی، نه به این شکل که آیا فکر میکنی که دقت بیشتری بکنیم برای اینکه ناراحتت نکنه دوباره، اگر فکر میکنید این ضرورت داره، ولی اگر نداره حتی این رو نگین، برای اینکه اون بچه نیست و خودش میتونه تشخیص بده. ولی زمانی که ما به خصوص توی رابطه های عاشقانه، من میبینم
بعد از چند سال که از رابطه میگذره آدما میترسن در مورد همدیگه یا در مورد مسائلشون صحبت کنن چون بر علیهشون استفاده میشه، حتی اگه در مورد کسی دیگه ای نباشه، در مورد خودش. مثلا من تجربه ای که کردم، یه سرمایه گذاری کردم و این سرمایه گذاری خراب شد، تا سالها بعدش و سالها بعدش و سالها بعدش همچنان گفته میشه، تا هر زمانی که میخوام کاری بکنم، ببین تو سرمایه گذاری کردی بد بود، مواظب باش اونطوری نشه. و این باعث میشه که ما دیگه حرف نزنیم، در نتیجه بیایم به جای اینکه فضا رو ببندیم برای خودمون و برای اینکه افراد دیگه با ما حرف نزنن، بیایم فضا رو باز بذاریم، توی پذیرش باشیم برای شنیدن و برای اینکه قضاوتشون نکنیم. از طرف دیگه همین نکته اگر از این فضا باشه، میتونه واسه کنترل گر بودن ما بشه. یعنی ما داریم فضا رو کنترل میکنیم که چه جوری باشید که بهتر باشه، و ما مطمئن نیستیم، حتی خودمون داریم کارهایی رو میکنیم که 100% درسته، چون اصلا 100% درست وجود نداره. ما داریم در دنیای نسبی زندگی میکنیم و تو دنیای نسبی چیز مطلقی وجود نداره، ولی بر مبنای استانداردها و اعتبارها و چیزهایی رو که ما مبنا قرار میدیم، یه چیزی برای ما میشه بیسلاین و بر اون مبنا میایم میگیم این درسته یا این غلطه. ولی این باز برای من هست، برای خانواده من هست، برای اعتقادات و باورهای من هست، نه برای همه. در نتیجه وقتی ما یکی دیگر رو میخوایم بگیم این کار تو درست نیست، یعنی که داریم قضاوتش میکنیم، و وقتی میریم توی فضای قضاوت، متاسفانه باعث میشیم که اون فرد خودش رو ببنده و دیگه ما رو نشنبه. مطلب دیگه ای که اینجا مطرح شده بود این بود که اگر من سکوت کنم و چیزی نگم، اون طرف فکر میکنه من نمیفهمم، برای همین من سکوت نمیکنم. ببینید، دو تا مطلب خیلی مهم رو دوست دارم اینجا بهش اشاره کنم. یکی این که اگر تو رابطه فکر میکنید که طرفتون فکر میکنه شما احمقید، واقعا یه فکر بکنید برای خودتون، نگاه کنید ببینید که چرا تو اون رابطه موندین. اگه فکر میکنید که شما آدم مناسبی برای اون رابطه نیستین و یارتون هم این فکر رو میکنه، فکر کنید واقعا چرا توی اون رابطه موندین و چجوری میتونید درستش کنید که دیگه این نگاه به هم نباشه. ببینید، گاهی اوقات این نگاه رو، یعنی موندن تو رابطه رو، من میگم به خاطر بچه هام میمونم، ولی اگر این نگاه نسبت به هم دیگه باشه که تو اشتباه میکنی من باید مواظبت باشم و اونم بگه تو احمقی من باید مواظبت باشم، حتی اگه به تلویح این گفته بشه که متاسفانه حتی به همین وضوح و روشنی گفته میشه تو بعضی از رابطه ها، نگاه کنیم بهش ببینیم که آیا سازنده است. اگه نه، چجوری میتونیم تغییرش بدیم. این تغییر دادن هم میتونه در جهت مثبت و ساختن رابطه باشه، هم میتونه در جهت جدا شدن باشه. اگر واقعا میبینید تو رابطه‌ای هستید که داره اعتماد به نفس شما رو از بین میبره و شما تلاشتون رو کردین، مشاورتون رو گرفتین و کارا رو کردین و میبینید که نمیتونید رابطه رو درست کنید و حفظ کنید، شاید وقتش باشه که نگاه دیگه‌ای بهش داشته باشید. اما نکته مهمتر اینه که اگر توی رابطه ای هستید که همیشه یک طرف، حالا این طرف شما هستید یا اون یارتون هست، همیشه مقام بالاتر رو داره و شما سکوت میکنید که دعوا نشه یا هر چیزی، کم کم این رابطه به رابطه معیوب و غیر سازنده ابیوسیو یا سوء استفاده گرانه مبتلا میشه و خطرناکه. ببینید، خشونت های خانگی برای این به وجود میان که یکی خودش رو بیشتر و بهتر از دیگری میدونه، و اگر که ما از یک رابطه خشونت بار اومده باشیم بیرون، تو رابطه دومی که داریم میریم، رابطه‌ای هست که کمتر خشونت هست، متوجه خشونت دومی نمیشیم، چون کمتر از اونه متوجه نمیشیم و این دایره غیر سازنده خشونت هست. یعنی همچنان تو رابطه بعدی هم من خودم رو دارم کوچیک احساس میکنم، ولی یا اون داره من رو کوچیک میکنه، ولی چون قبلا تفاوت این بود، الان اینه متوجهش نمیشم و فکر میکنم اوکی یه کمی دیده شدم. دقت کنیم به این قضیه که توی یکی دیگه از ویدیوها در مورد خشونت خانگی حتما صحبت میکنیم و کارهایی که باید بکنیم براش، ولی الان در نظر داشته باشیم اگر ما در مقامی هستیم که میگیم من بهترم و تو اون کاری رو بکن که من میگم، یا اینکه در مقامی هستم که میگم من سکوت کنم و هیچی نگم تا شرایط خانواده به هم نریزه و همیشه این پترن و الگو رو دارم، اون وقت بهش نگاه کنم. اما اگر سکوت من سازنده است، برای حفظ آرامش است، آرامشی که سازنده است و باعث سوء تفاهم نمیشه سکوت من و حقی رو از خودم یا کسی ضایع نمیکنه، سکوت کردن نشانه رشد، خرد و عقلانی بودن ما هست. اما
این سکوت کردن با سکوت کردن در مقابل ظلم متفاوت هست. کسی که داره ظلم میکنه به کس دیگه، کسی که داره سوء استفاده میکنه از کس دیگه، اگر در مقابل از شما اگر در مقابلش سکوت کنید، این اشتباهه. ولی اگر سکوت شما از جایگاه خردمندی و عقلانی بودنتون باشه، میبینید که تأثیر بیشتری دارید. در واقع شما با بینگتون دارین تأثیر میذارید، نه با دوینگتون. در نتیجه سکوت رو لطفا این دوتا رو از همدیگه جدا بکنیم که کدوم سکوت عقلانی یا خردمندانه است و کدوم سکوت غیر سازنده است و باعث میشه که سوء استفاده ادامه پیدا کنه. تو ویدیوهای بعدی بیشتر در مورد این مفهوم صحبت میکنیم. موفق باشید.